با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی، امروز چهارشنبه 26 آوریل در باشگاه خبرنگاران بروکسل هستیم. کنفرانسی توسط مرکز اطلاعات استراتژیک و امنیت اروپایی در بروکسل بودش که سخنرانان از آقای کلود مونیکه مسئول نهاد بودند که متخصص امنیت اروپا علیه عملیات‌های تروریسم هستند، همچنین پژوهشگرا و تحلیلگران اقتصادی اینجا حضور داشتن، آقای بسیه از فرانسه، همچنین تحلیلگران ژئوپلیتیک آقای انسل از فرانسه اینجا حضور داشتن، و علاوه اینکه از طرف شورای ملی مقاومت ایران آقای بهزاد نصیری در این برنامه شرکت داشتن. بحث این برنامه در رابطه با شرایط ایران بود که چرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه جنایتکار رو بایستی در لیست اتحادیه اروپا گذاشت، همچنین سیاست های گروگانگیری رژیم بنیادگرای آخوندی مورد بحث و تبادل قرار گرفت که جمیعا هر کدوم از لحاظ اقتصادی رژیم رو در یک تنگنای بسیار ویژه‌ای دیدن، گزارش کردن با عکس هاشون، با گزارش هاشون، همچنین از لحاظ ژئوپلیتیکی گفتن که رژیم در تنگنای بزرگی هستش، چه از نظر داخلی، چه از نظر بین المللی در بیرون خودش، و چه از نظر تحریم هایی که اونا رو محاطه کردن. همچنین آقای بهزاد نصیری گزارش مبسوطی از شرایط داخل ایران دادن و اینکه کانون های شورشی به چه مسیری وارد شدن و خطرهای سپاه پاسداران و گزارش هایی از این برنامه بود. مهدی نوبری هستم، تلویزیون ایران آزادی، بروکسل.